bar. Și basta. می‌گذارن ما اونم جامعه را می‌ستم هم یا بس درون رو داریم یه درون کی می‌دونه؟ کی گفت؟ دستر دستیم و خیلی بایر رو می‌گیریم در پس بایر رو می‌گیریم کمو درون رو می‌دونه یا؟ پتر ایدون رو داریم تیمون رو داریم مفتر اون کرسی دست نزد سیرکه کرمش داری اینجا دست نزدی دارو که مامچکا سنیوچکا پرستی جیزم پکر با بخم Ladies and gentlemen, we talk to the team of Afghanistan and Pakistan. Thank you.
Асалому алейкум, бинандагони азизу арҷуманд, мухлисон ва алоқамандони футболи меҳан. Ҳамон тавре ки ба шумо маълум аст, шурӯъ аз 21 майи соли ҷорӣ рақобатҳои навбатии мусобиқаи Ассотсиатсияи футболии кишварҳои Осиёи Марказӣ, маъруф ба КАФА, дар шаҳрҳои Душанбе ва Турсунзодаи кишварамон оғоз шуданд ва ин чорумин мусобиқа байни ҷавонони то 20 сола аст ки дар доираи ин мусобиқаи минтақавӣ баргузор шуда истодааст. Ва имрӯз нахустин бозии худро дастаи мунтахаби Наврас سونی کشورمون در این مسابقه آغاز میکنند تحت رهبری رحمت الله فضایلوف. همون طوری که شما گویی داره دوام چند وقتی اخیر فوتبال بزنیم و با مرحله نهایی جام آسیا بین جوانان تو 17 سال تایید دادن و امروز در دوره این رقابت آنها بازی خود را ضد دسته منتخب جوانان تو 20 ساله افغانستان دایر میکنند و بیاید ابتدا با حیات های هر دسته توجه میکنیم. شروع میکنیم از دسته میزبان فیصل سعید خیل رقم 1، دروازه‌بان رقم 9 احمد رشید سروری، کاپیتان دسته رقم 2 تیمور شاه رعوفی، رقم 4 همایون امین، رقم 5 احمد الله الوکزای، رقم 6 محمد مقدم، رقم 8 امید رجبی، رقم 11 فرهاد علی زاده، رقم 13 احسان احمد رحمانی، رقم 14 فریدون سیادی و رقم 20 حکیم خان نیازی هستند. سرمربی دسته همایون همدرد به حساب می رود. حیات داوران در جریان بازی امروز تحت رهبری ارسلان گوشانوف بازی را حکمی میکنند، با او فرهاد مروجی و عوضبیک عبدالویف در کنار حکومت میرسانند. دواری احتیاطی فیرداوس نورسفارف به حساب میرود. کمیساری بازی بهروز عینی دینزاده و نظیری دواران امروز جهانگیر سعیدوف به حساب میرود. حیات دسته منتخب نورسان کشورمون سنت الله اسماعیلوف رقم 23 دروازه‌بان، رقم 10 کاپیتان دسته ابوبکر سلیمانوف، رقم 3 حاجی عبدمنون، رقم 4 دیلوور جمشید زاده، رقم 5 برکت الله نعمت الله زاده، رقم 6 شرفگان سعیدوف، رقم 7 مسرور غفوروف، رقم 8 جویدون خوشوقتوف، رقم 12 شهبان نعیموف، رقم 13 ربانی کمالوف و رقم 15 فرهاد امیری. سرمربی دسته رحمت الله فضایلوف. این همه چیز برای آغاز رقابت امروز تیار است و انتظار هستیم صدای اشتکی دوبار مرکز ارسلان گوشانوف رو تا اینکه جریان بازی امروز رو برای ما و شما به طور رسمی اعلان نماید که آغاز شد. و این نکته هم جای یادآوری است که بینندگان گرامی در این مسابقه حیات دسته منتخب نورسان تو 17 ساله کشورمون اشتراک میکنند. این مسابقه چطور میدونید بین جوانان تو 20 ساله برگزار شده است، اما کشور ما همچنین ازبکستان را هیئت های نورسان تو 17 ساله نمایندگی میکنند، زیرا دسته منتخب جوانان تو 20 ساله ازبکستان در مرحله نهایی چمپیونات جهان بین این سن سال اشتیاق خود رو آغاز کرد و دسته منتخب نورسان ما باشد. هدف از اشتیاق در این مسابقه اون است که به طور ضروری تیاری بینند به مسابقه ای که ماه ایون در کشور تایلند صورت میگیرد و اونم جام آسیا بین جوانان
دخترش بین نورسانی تو 17 ساله است و در آن مسابقه شما رو میدونید ما در یک گروه بسیار مشکل مقابل چین، استرالیا و عربستان سعودی قرار گرفتیم و روز 16 ایون نخستین بازی خود رو نورسانی ما در همان مسابقه دایر میکنم بعد 19 ایون و 22 ایون بازی های دوره گروهی به اشتراک که نورسانی ما برگزار میشد. اینک بازی شروع شد و حالا کوشی فوتبالبازانی ما به نظر میرسد اما دسته منتخبی جوانانی افغانستان توانستند که این حالت را برطرف کنند. دیروز بازی ها آغاز شدند و در روز یکمی برگزاری رقابت ها دسته منتخبی جوانان افغانستان بسیاری ها را شاید در حیرت هم گذاشت. آنها توانستند با حساب 2-1 همسالان خود از کشور ترکمنستان را مغلوب کنند و در بازی دیگر ازبکستان با حساب 3-2 ایران را شکست داد و همین حالا در جدول ما از دسته های ازبکستان و افغانستان با کسب 3 امتیازی پیش صف هستند. تاجیکستان با سبب اینکه حالا یگان بازی دور نکرده است امروز نخستین رقابت خود را دایر میکند و کوشش مینماید بهری به دست آوردن امتیازهای اول موفق شود. مسابقه طبق سیستم دوری صورت میگیرد. دسته که بیشتر از همه صاحب امتیاز میشود در نهایت کار غالب میگردد. اینجا امکانیت برای فوتبال بازانی ما برای ادامه دادن هجوم و از این کنار پرتوف توپ نتیجه نداد. بعدا ضربه را هم دیدیم و با همین این وضعیت برطرف میشود. تلاشوی شرفگان سعیدف به نظر میرسند دیفوگری کنوری از سمتی راست بار دیگر حالا میبینیم این کوشی اولی و پرتوف نتیجه نداد و بعد همون بریزه رو دوام داد و ضربه زد اما ضربهش چطور میبینید خطا رفت. خوب برابر با این بازی بینندگان گرامی همچنین رقابت دیگر هم شروع شد. این دیداری اینجا فرصت اکنون برای بازیگران دسته جوانانی افغانستان هم ممکن بود پیدا شد ولی در روز بان سنت لوی اسماعیلوف سری وقت از موقع خود بیرون برآمد و این حالت رو برطرف کرد. خب بازی دیگر در همین لحظه ها آغاز شده است در ورزشگاه کلوب مرکزی ورزشی ارتش در شهر دوشنبه و آنجا دسته های منتخبی جوانانی ترکمنستان و ازبکستان به مسافه هم رفتند. دورهای یکم و دویم خیلی زیچ به هم رقابت ها رو گذاشتند. دستان در کوران یعنی 21 و 22 می پای در هم بازی ها و بعد از این یک روز در میان بازی ها برگزار میشن. یعنی یک روز بازی یک روز دیگر تنفس و روز دیگر باز رقابت صورت میگیرد. تنها آوت اشاره میشود در این حالت. هرچند در همون وضعیت ما افتیدنی شعبان نعیمف را در لحظه مبارزه با فوتبال بازی حریف دیده بودیم و اکنون در این حالت ویران شدنی قاعده بازی به اعتبار گرفته می شود. بار دیگر می توانید ببینید کپیتانی هیئت نورسانی ما ابوبکر سلیمانوف قاعده بازی را ویران کرد. این نکته هم جای یادآوری است که هیئت دسته منتخبی نورسانی کشور همین سال تیوری ها رو باز هم زیادتر براه موندند جهت اشتراک در مسابقه جام آسیا که توسط آن مسابقه البته امکان هست با جام جهانی این سین سال یعنی مسابقه چمپیونات جهان بین 17 ساله ها راه پیدا کرد. در کشور بلاروس در مسابقه عنانوی جام روشت اشتراک کرده بودند و اونجا سزاوار جای سیون شدند شوگردانی رحمت الله فوزایلوف و اکنون باز هم تیوری ها به مرحله آخرین خود نزدیک می شوند و بعدا حیات دسته منتخبی نورسان کشورمون راه پیش می گیرند جانب کشور تایلند تا اینکه در این مسابقه اشتراک کنند. تو باز میدان بیرون شد. سالهای قبلی وقت مسابقه های سین سالی گوناگون اساسیاسیون فوتبالی کشورهای آسیای مرکزی یعنی معروف به کافا برگزار میگردید اصلا رقابت ها در شهرهای دوشنبه و حصار صورت میگرفتند. اکنون امسال دستان در کرون به خصوصی آمدند که البته باز رقابت ها در شهرهای دیگری کشورمان هم برگزار شده از جمله شهر تورسونزودا ورزشگاه تالکو آرینا که از میدان های خوبی فوتبالی در کشورمان به حساب میرود و میزبانی رقابت های دوری
ناوباتیره گیم صبحی سالسه فوتبالی کشورهای آسیای مرکزی است این ورزشگاه و در عموم پنج بازی را قبول میکنند. دیروز در همین میدان نورسانی ازبکستان با حساب 3-2 توانستند که در برابر همسالان خود از ایران ظفر یابند. ضربه کنجی کار میکنند فوتبال بازان ما. پرتافت توپ از جانب ابوبکر سلیمانوف بود به سمت همدسته‌اش ربانی کمالوف. اما فوتبال بازی دسته منتخب جوانان افغانستان پیشروی بازیگری ما را گرفت و در این حالت اکنون توپ به حاجی عبدمنان رسیده از میدان بیرون میشود. از وضعیت استانداردی چه طور امنیت فوتبال بازان ما در این حالت استفاده برده نتوانستند. خیلی خوب توپ را نگاه می‌دارد فوتبال بازی شماره 11 دسته جوانان افغانستان. خوب داور هم بوسویان که توپ در اختیار فوتبال بازی دسته میزبان باقی ماند اجازه داد که رقابت دوام یابد و در مرکز میدان چطور دیدید جاویدان خوشوقت توانست توپ را بگیرد. حرکت های بسیار خوبی فرهاد علیزاده در همان حالت به نظر رسید. باید بگویم که جهت اشتراک سازوار در همین مسابقه هیئت دسته منتخب جوانان توپ ساله افغانستان دوام 10 روز اخیر در توجیکستان جماعت های تعلیم و تمرینی خود را براه مند. در این باره شاید کمی بتر گفتم میگذارم. اینجا توسط کنار چپ پرتافتی توپ به داخل جریمه‌گاه بود اما از فوتبال بازانی حیات جوانان افغانستان کسی پیدا نشد که توپ را صاحب شود و اینجا اکنون توپ از میدان بیرون میشود. تیمورشاه رعوفی نتوانست توپ را نگاه دارد. خوب جماعت های تعلیم و تمرینی خود را حیات جوانان افغانستان در دره زیبا منظره الموسی شهر حصار در مرکزی مشقی و تمریناتی باشگاه فوتبالی استقلال دایر کردند. باید بگویم که در همین زمینه فدراسیون فوتبالی کشورمان سهمی کلان گذاشت. آنها تمام شرایط و امکانات را فراهم آوردند تا اینکه چنین امکانات ها یعنی گذاریدن جوامد تعلیمی و تمرینی و بعدا اشتراک در این مسابقه برای دسته منتخب جوانان افغانستانی همجوار با وجود آورده شد و آنها البته طول این چند روز به طور بسیار هم خوب تیوری دیدن تا اینکه در این مسابقه اشتراک کنند و علاکه است سمری آن را در بازی یکم ما دیدیم. چطوره گفتم دیروز دسته منتخب جوانان افغانستان توانست با حساب 2-1 همتایان خود را از کشور ترکمنستان شکست دهد. الان بازی البته در شهر دوشنبه در ورزشگاه کلوب مرکزی ورزش شهر تیش صورت گرفت و امروز در تالکو آرنا بازی نوبتی خود را حیاتی جوانان افغانستان دایر کرده ایستاده است. پرتافت توپ به داخل جریمه‌گاه اما دروازه‌بان هنگام برآمدن از موقع خود خطا میکند. بعدا ارسال توپ ضربه بسیار هم خوب پشت نوکی در این حالت از جانب مسرور غفوروف اما چطور میبینید دفاعگری حریف این وضعیت را برطرف کرده توانست. اشتباه بسیار هم دغل و نابخشیدنی فیصل سعید خیل در دروازه‌بان به نظر رسید. ببینید اینجا هنگام برآمدن از موقع خود خطا کرد. بعدا بازیگری ما توپ را صاحب شد و پرتافت توپ را انجام داد. مسرور غفوروف پشنوکی ضربه زد اما ضربه زده او را دفاعگر برطرف کرد. خطرناکترین لحظه بود که ما و شما تا همین دقیقه در جریان بازی امروزه به اشتراک هر دو دسته دیدیم. ده دقیقه اولی بازی سپری شد. الله حساب شدنش دست ولی فیلم دارم حتما این جوانان که در میدان بازی کرده ایستادن برای ما و شما دوامی دقیقه بعدی باز هم هنر و مهارتی ولای ورزشی خود را نشان میدهند. ابوبکر سلیمانوف میخواست یک پاس بسیار زیبای را به همدسته‌اش روان کند اما به طور ضروری اینجا
از اوده ای انجام دادن این پاس نبرم. رابونی کامولوف پاس میدهد به فرهاد امیری، اما امیری اینجا اشتباه کرد و بسام با بازیگران دسته جوانانی افغانستان میاثر نشده است است که در همین لحظه ها فرصتی دوما دادن هجوم رو دوام دیا فرصتی دوما دادن هجوم رو البته بسام در اختیار خود نگاه دارم. قبل از شروع این مسابقه چطور میدونید معمولا نشستی مطبوعاتی با اشتراک سرمربیان همه دسته ها صورت میگیرد. قاعده بازی در این حالت ویران شد و فریدون سعیدی چطور میبینید اندک دغل بازی میکند و برای این عمل کردش به او حالا دوبار کارت زرد نشان داده شده است. بار دیگر در صحنه تکراری ما و شما این حالت را میبینیم. و در نشست مطبوعاتی که روز 20 می برگزار شده بود سرمربی دسته منتخب نورسان کشورمون رحمت الله فوزایلف اشاره کرد که همه رقیبان ما بسیار رقیبان ارزنده هستند و بسیار رقیبان خوب میباشند و ما کوشش میکنیم که بازی های خوب خود را در همین مسابقه نشان دهیم. رابونی کامولوف پاسیو اما نه توپ تا به ابوبکر نرفت. فرصتی داون دادن اکنون برای داون دادن حمله برای فوتبالگزاری دسته جوانان افغانستان پیدا می شود و خودی آنها هم هنگامی پاس دادن به یک دیگر آنقدر با توجه نبودن و علاوه بر این به فوتبالگزاری ما میسر شد که پیش روی هجومی حریف را بگیرند. بار دیگر برای ما و شما خاطررسان میشوند که به فریدون سعیدی در لحظه قبلی وقتی قاعده بازی رو ویران کرده بود کارت زرد نشان داد داور مرکز ارسلان گوشانوف. جاویدان خوشبختف پرتافتی بسیار هم خوب از جانب او و در این حالت دروازه‌بان اکنون سری وقت از موقع خود بیرون می شود فیصل سعید خیل و این حالت را برطرف می کند. در مرکز میدان مبارزه دوام دارد و دوبار حالا مجبور است رفتی بازی رو من کنم زیرا فوتبال بازی دسته جوانان افغانستان در این برخورد اندکه آسیب گرفت. بار دیگر این حالت رو میتوانید ببینید. محمد مقدم با حاجی عبدالمنان مبارزه بردن در همان لحظه. مخلصانی که امروز برای تماشای بازی به ورزشگاه تشریف آوردند از روی خبرهایی که ما پیدا کردیم دیروز برای تماشای بازی جوانان ازبکستان و ایران به همین میدان بیش از 1200 مخلص آمدند و امروز هم شماره مخلصان کم نیستند در ورزشگاه تلکو آرینا شهر تورسونزاده و اصلا خود انامین غویه برگزار کردن بازی ها بیرون از شهر دوشنبه باشد که خوب دسته منتخب کشورمون خو سن سالی پایانی باشد خو سن سالی اولیمپی یا اینکه جوانان بسیار جالب است زیرا در منطقه ها هم البته فوتبال رو خیلی خوب دوست می‌دارند و تیار هستند که وقتی دسته منتخب نورسان جوانان کشور یا دسته منتخب اولیمپی برآمد میکند حتما به ورزشگاه آمده جریان بازی رو ببینند و مخلصی کنند به طور ارزنده.
از مخلصان هم البته خواهش میکنیم که در بازی‌های بعدی دست منتخب نورسانی کشورمان که در دوره مسابقه نوبتی کافا صورت میگیرد دوام روزهای بعدی از جمله میتوانند 24، 26 و 28 می با ورزشگاه تلکو آرینا شهر تورسونزودا آمده شاگردان رحمت الله فضایلوف را از نزدیک دستگیری کنند. این بسیار اقدام خوب خواهد بود از جنوبی مخلصان و آنها هم میتوانند در روح بلند کردن فوتبال بزنی نسل نوی کشورمون سهم گذار باشند. علاوه بر این البته خودی مخلصان وقتی به ورزشگاه میآیند غذای معنوی میگیرند درباره فوتبال بزنی نورس و امید بخش کشور معلومات پیدا میکنند، بازی آنها را از نزدیک میبینند و بعدا باز میتوانند اشتراک آنها را در مسابقه جومی اوسیو بینی نورسان تا 17 ساله در کشور تایلند ماهی ایون دیده اندیشه های خود را بگویند، پیشنهاد های خود را البته با فوتبال بازان، با استاد مربیان و من با جمعه فوتبالی کشور ارائه نمایم. خیلی خوب گزارشی مسرور غفوروف، اما در نهایت کار همگاهیم پاس دادن موفق نشد مسرور. توپ رو گرفتن فوتبال بزنیم و با کوشش های دیلوار جمشید زاده ربونی کامولوف نه این البته پرتفتی به سمر بود. ربونی برادری حمدونی کامولوف از فوتبال بازه که یعنی زمان شرف دسته استقلال رو دفاع میکنند و در گذاشته من همین سین سال رو یعنی در نظر دارم در حیاتی همین سین سال دسته منتخبی کشورمون خیلی بازی‌های خوب هم نشان داده بود حمدونی کامولوف در مرحله نهایی چمپیونات آسیا. اون زمان البته همین گونه نام داشت چمپیونات آسیا بین نورسانی تا 16 ساله سال 2018 خاطرتون باشد نورسانی ما توانسته بودن جای دوم رو گیرند در فینال از ژاپن شکست خوردیم بعدا راه پیش گرفتن به چمپیونات جهان در کشور برزیلیا سال 2019 اشتراک آنها رو دیدیم. یک غلبه و دو باخت بود در مرحله نهایی جام جهان. کامرون رو شکست دادیم اما از اسپانیا و ارجنتینا که دسته های واقعا پرقوت‌ترین نه تنها فوتبالی نورسان بلکه همه سین و سال در تمام فوتبال جهانی اعتراف میشوند ما مغلوب شدیم و امکانی از گروه برآمدن را از دست دادیم. و تاثیر انامون برآمدی خوبی فوتبال بزنی نورسی کشورمون بود که در مرحله نوبتی تقسیم بندی دسته ها به گروه ها یعنی قرعه‌کشی که صورت گرفت دسته منتخب نورسان کشورمون در سبد یکم جا گرفت به سبب آن هنرنمایی ارزنده که گفتیم در سال 2018 بود. بعد از آن مسابقه سال 2020 لغو شد به سبب های برای ما و شما معلوم و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در سالهای اخیر ساختار خود را تجدید میکنند. اکنون مسابقه هایی که قبلا چمپیونات نامیده میشدند به جوم عوض شدند. به این ترتیب چمپیونات آسیا بین نورسان 16 ساله از این به بعد چمپیونات جوم آسیا بین جوانان بین نورسان تا 17 ساله و بعدا جوم آسیا بین جوانان تا 20 ساله برگزار میشد. اوت بود حمدانی کامولوف هرچند اینجا خیلی مبارزه میبرد اما پیشتر از این علاقه او توپ را از میدان اجازه داد که بیرون شود و مبارزه او را میتوانید در این لحظه ها ببینید که زیدی تیمور شاه رعوفی چخیل او تلاش کرد. باز تو به اختیار فوتبال بزنی ما میگذارد اما حاجی عبدالمنان هنگام پاس دادن اشتباه کرد در مرکز میدان تو به اختیار فوتبال بزنی ما گذاشت. خب اینجا دوباره یکان خواهی دوباره اون کنی رو نمیبیند تنها تو به از میدان بیرون شده است. حالا از اوت فوتبال بزنی دسته منتخبی جوانان افغانستان توپ رو با بازی می‌دارند. خب شاید برای دسته منتخب جوانان افغانستان هم اندکی مشکل باشد بازی امروزه. از چه جهت؟ از اون جهتی که اونها دیروز یک بازی داشتند و چطور گفتیم زیدی همسالان خود از ترکمنستان بازی کردند و علاقه بگذشت 24 ساعت باز هم یک بازی دیگر با اشتراک آنها.
و این لحظه که قیده بازی ویران شد. بر مقابلی جویدون خوش وقت است. چطور می‌بینیم در همون لحظه قیده بازی ویران شده است. این دفعه اکنون فوتبالبازان ما در نیمه میدانی خود قیده بازی رو ویران میکنند. بهودا رحمت‌الله فضایلف رو برای ما و شما کارگردان پیشنهاد نمیکنند. گپ در سر آن است که همین حالا سرمربی دسته منتخب نورسان ما از بازی که شاگردانش دارند چندان روزی نیست. دقترش چندان قناعتمند هم نیست گویم خطا نخواهد بود. تو بابوز در آورده می شود. باز تو به اختیار فوتبالبازان ما گذاشت اما در مرکز میدان چطور دیدید شعبان نعیموف توپ را از دست داد. پرتافت به داخل جریمه گو و این حالت را اکنون آرامونه سنت‌الله اسماعیلوف برطرف کرده ایستاده است. و مسابقه کافا بین جوانان تا 20 ساله بینندگان گرامی این مرحله بسیار خوبی سنجشی برای فوتبالبازان هیئت نورسی ما به حساب می رود. البته هیئت وسیع است. در دیگر مسابقه ها هم سنجیده بودند این فوتبالبازان را و این آخرین سنجشی خواهد بود و بعدا هیئت نهایی برای اشتیاق در مسابقه جام آسیا بین نورسان تا 17 ساله معین کرده می شود. که اولین شده به توب میرسد. اینجا دروازه بان سنت‌الله اسماعیلوف این حالت رو برطرف کرد. احمد رشید سروری کاپیتان دسته جوانانی افغانستان از کنار چپ به مرکز پاس داد. بالا توپ در اختیار فوتبالبازان دسته جوانان افغانستان باقی میماند. ادامه هجوم را میبینیم در این حالت. با توپ حکیم نیازی است اما با او میسر نشد که در این حالت به خطا به همدستایش توپ را روان کند. آوت و فایده دسته نورسان ما است در این حالت. الو مسرور غفوروف با دوباره کناری اشاره میکنند که در همون لحظه اصلا قیده بازی زیدی و ویران شد. اما او شما امکان داریم که این حالت رو ببینیم. میدونید بله در این صحنه تکراری هم این چیز رو دیدن ممکن که دفاعگر احمد الله الوکزای قیده بازی رو ویران کرد. از آوت زود فوتبالبازان ما توپ را به بازی درآوردند. اکنون ارسال توپ به داخل جریمه گو بود اما بی‌نتیجه. باز هم مبارزه دوام می‌یابد. ابوبکر سلیمانوف کاپیتان ما در مرکز توپ را صاحب شد. اندک مخلصان هم فاول شده ایستادند و شاید این تاثیر خود را رساند. گزارش بسیار هم زیبا در همین لحظه ها. و آفساید است. آفساید الکای معلوم بود در لحظه‌ای که توپ به نزد رابونی کامولوف آمد. حالتی نو بازی وجود داشتنش رو دیدن اما ممکن بود. اما حرکت های انفرادی فوتبال بازمون در همین لحظه بسیار جالب است. ببینید از چندین بازیگرانی حریف گذشت و بعدا دقیقا بار دیگر در همین صحنه تکراری دیدنتون ممکن است که حالتی آفساید برای فوتبال بازان ما دیده شد. قبلا با رحمت‌الله فضایلوف به حیث مربی تحلیلگر و یووری او امین سوپونی خالیس مربی
دستهای در گذشته البته دسته کلی مرکزی ورزشی ارتش که از جمهوری اسلامی ایران از کمک میرساند، اما اولو بحثی یووری او یوسف ربیف که تجربه زیادی کاری مربیگی دارد و همچنین در گذشته فوتبال بازی دسته منتخب کشورمان بود، بحثی حملگری موهیر هم مو شما او را خیلی خوب میشناسیم کمک رسونده ایستاده است. رابونی کامولوف پرتوفتی تو با سیو اینجا امکانیت هست و ببینید که این فرصتی خوب از دست می رود. ضربه کنجی به رو کار میکنن فوتبال بزنی مو ضربه زده شعبان نعیموف رو چطور دیده در همون حالت بازیگری دسته جوانان افغانستان برطرف کرد. بر دیگر میبینیم این حالت رو خوب شعبان نعیموف اشاره کرده است است که احتمال تو به دست رسیده بود، اما مو در صحنه تکراری همین چیز رو ویم مشاهده نکردیم. ممکن باز از زاویه دیدهای دیگر هم همین لحظه برای ما پیشنهاد شود، بعدا معلوماتهای دیگر رو هم گفته گذاریم وابسته به همین وضعیت، اما در صحنه تکراری دیدمون این چیز یعنی رسیش تو به دست مشاهده نشد. عبدالک سلیمان پرتاف تو با سیو و این کنیت بسیار هم خوب حساب شده می شود و گل یکم به این ترتیب در دقیقه 28 بازی از سوی فوتبال بازان ما به هدف رسانیده شد. مسرور غفوروف گل را به هدف رساند و در همین وضعیت استانداردی بینندگان گرامی نقش چند فوتبال باز رو میتوانیم مخصوص اشاره کنیم که توانستن سهمی ارزنده خود رو در زدن گل به دروازه دسته منتخب جوانان 20 ساله افغانستان گذارند. ابتدا نفری که پرتافت توپ رو انجام داد و بعدا دو بازیگری که در داخل جریمه‌گاه توانستند فرصت رو پیدا کنند. عبدالک سلیمانوف ارسال توپ رو انجام میدهد و میدونید شعبان نعیموف بود. شعبان نعیموف در قوت دویم در مبارزه موفق شد و ماز او پرتافت توپ رو باز به همدست شعبان کرد و مسرور غفوروف از این امکانیت ثمرانه استفاده برد و جوانان ما را به پیش برآورد. به این ترتیب با قید میگیریم گل یکم در جریان بازی امروز در دقیقه 28 زده شد. خویده گوزی بیرون می شود در این لحظه. زیدی فرهاد علی زاده بازیگران ما در همون لحظه کمی بیرون از خویده بازی کردند. اکنون وضعیت استانداردی با اشتراک فوتبال بازانی دسته جوانان افغانستان. بار دیگر توجه کنید به این حالت که قیده بازی ویران شد. بیشتر از مخلصان که امروز به ورزشگاه تلکارین شهر تورسون‌زاده تشریف آوردند کودکان و نورسان به حساب میروند. البته برای آنها بسیار جالب است دیدنی چنین بازی ها، خاطرات بسیار نیک را با خود امروز میخواهند برند. امیدوار میشویم که حیات دسته منتخب نورسان کشورمان در تامین کردن یا همین گونه خاطرات نیک برای این نسل نوی دوستداران گویم فوتبال سهمی ارزنده خود رو میگذارند. الکی یک قدم گذاشته شد، یعنی گل در دقیقه 28 میتواند برای بیشتر از این کودکان نورسان که به ورزشگاه آمدند یک خاطرات خوب را گویم برای چندین سال و تا ممکن تا به آخری عمرشان
7 گل گذاره. و البته مهرم با فوتبال با نمودهای دیگری ورزش با اشتراک در چنین میدان ها با مخلصی کردن در تالارو این شوتهای دیگری ورزشی پیدا می شود. دلوار جمشید زاده اشاره میکند که اندکی آسیب گرفته است اما بازی دوام دارد. تو به اختیار فوتبال بزنی ما برگشت ابوبکر سلیمانوف کاپیتان دسته با تو نتوانست که با سرعت این هجوم را دوام دهد. ابوبکر پسی او با جویدون خوشوختف جویدون با توپ را برمیگرداند با ابوبکر ارسال تو با سوی سلیمانوف با کنار چپ فرهاد امیری نه اینجا اکنون پرتافت توپ را دفاعگری کنار چپ ما خطا انجام میدهد. فرهاد امیری از کنار چپ و شعبان نعیموف از کنار راست دفاعگران ما کوشش کرده استودن لحظه به لحظه برای با وجود آوردن وضعیت های خطرناک سهم خود را گذارند. همایون همدرد سرمربی دسته منتخب جوانان افغانستان را برای ما و شما این لحظه نشان میدهند که او هم از بازی شاگردانش در چند دقیقه اخیر آنقدر قناعتمند است. ابوبکر سلیمانوف حالا برای این قاعده ویران کنیش با کارت زرد جزا داده شد. و شماره کارت‌های زرد حالا برابر می شود. میرانده گونه گیرومی قبلا بازیگر شماره 14 میلی پوشان جوانی افغانستان فریدون سعیدی کارت زرد گرفته بود. اکنون کاپیتان دسته ما ابوبکر سلیمانوف هجوم دوام می‌یابد نه با بازیگران ما این دفعه می‌اثر شد که زود این حالت رو برطرف کنند. سلیمانوف ربونی کامولوف و چطوره می‌بینید آوت با فایده دسته میزبون است. باید میگم که بینندگانی گرامی در رفتی رقابت امروز میزبونی اسمی یا به اصطلاح میزبونی نامینالی رقابت ما از دسته منتخب جوانان افغانستان هستند. با وجود اون که مسابقه با پورگی در تاجیکستان صورت میگیرد اما در جریان بازی ها دسته منتخب جوانان ما البته نمیتوانند در همه بازی ها میزبون باشند. باز یک پرتافتی طویلی تو با کنار مقابل اما در این موقع با وجود فشار آوردن چطوره میبینیم ربونی کامولوف نمیتواند که توپ را به دست دارد. حالا کامولوف با توپ ابوبکر سلیمانوف فرهاد امیری بسیار پاسی خوب هجوم را جاویدان خوشوختف دوام میدهد. پس با دفاعگر کناری شرفگان سعیدوف ادامه حمله را میبینیم نه با وجود بسیار خوب پاس دادن از بین سه فوتبال بازی حریف اما پسی که ابوبکر سلیمانوف روان کرد تا با همدستش نرفت و بر علاوه این دفاعگر آخرین دسته جوانان افغانستان این وضعیت رو برطرف کرد. بار دیگر میتوانید ببینید که چگونه همین خولیگی رو در بین فوتبال بازان حریف پیدا کرده توانیست. ابوبکر در همون حالت قایده بازی ویرون نشود. در این لحظه محمد مقدم با
ուզգերիշ մորեշ աշի Աֆղանիստան, բախ խոյդա վայրունքնի դասատ։ Բորդիգար համին լազարում է տավունետ բուբինետ։ Վազին ասովվա իմքոնի ժույ զարբայի ռոստ հաս ջունիմի դարվուզան, բոյատ բիգյամ կի կապիտանի մո ամբակ Սուլայմոնով դարին կոր բենի հատ մահուրատի խուբ համդորատ, կարմսովի խոյու խաբլի մո չույն զարբահոյի հադավ մանդունայի ուրո ազվազի ատոյի ստանդարդի դիդաբդեմ, բաբար իլովայի ին պարտով տան կարդամ է տավունատ ամուբակ։ Ջուզա դոդաշուտ, պաս բա ռաբոնի կամոլով, ամ ինջոյել սոլի թու բա ազջոնին բի ռաբոնի չանդոն խուբ նամբոտ։ Չտավը դիդե թու բա Ահմադ Ռաշիդ Սարվարի, կապիտանի դեսել ջավունինի Աֆղանիստան ռասի դու ազմայդոն բերոն բարամատ։ Խուբ անդակե այորի համ կարդան վուտբոլ բզոնի մո, կուշիշ կարդան բո անամին տարկի բորոյի նազմունի զոմի խատի դիվոյի դասե հարիվրո բար համրեզանդ, ամո գյեմ ինքոր բապուրագի սուրատ նագիրիվ։ Սերով ոգնիշ սարի վաղթի ասույի վուտոլ բուզոնի դասե ճավոնի Աֆղանիստան դիդաշու, պարտով դիտու, ոլո տու բոս համազդուխլի ճարի մագով բերում բարով արդամ է շատ ավբակ Սուլայմոնով, իրսոլի նաբատի տու վա դարվոզաբոն, դարին հոլատ տու բրոբադաս մեորատ, վայլովաբար ին ավսայդ համբուտ։ Բոր դիգար մետավունետ բուբինետ, ին հոլատրո դիգար ջոյի շակուշուպ հանես, կի ավսայդ ուջուտ դոշ բարոյի վուտբոլ բոզի մո դար համոլ ասա վաղթե ու բո դար ուզաբոն բարոյի թուպ տալոշ մեկար։ Սուլայմոնով, յակ դավայի դիգար խոյդե բոզիրո վայրոն մեկնատ։ Կորտի զար դակնուն բա հայատի բա վուտբոլ բոզի հայատի ժավունոնի Աֆղանիստան նիշոն դրաշոտ դարին հոլատ։ Խոբ հումոյուն ամին չտավրեմ է բինետ։ Հոյդ է բուզիրով այրոն կարդաս, հոլո մումքին բադան կորգարդոն բարոյ մողուշում ամոլ ասեքի ու Հոյդ է բուզիրով այրոն կարդ պեշնի ոտքնան։ Խոբ աս Սավաբյոն էքի ալվատավազի ոբոհավորուս բարուզգարմ շտայիսոն աս տոբիսոն դարպեշ աս մողուշումորո։ Հոլո յակ դեղկա վաղ բարոյ օբնուշի վուտբոլբոզոնի հարդաստա ջուտոշուտ։ Աստան ջուտոշուտ նա, բալքի մետավոնեն բիգոյիմ կի խուտի վուտբոլբոզոն բույս վուտա աս վուրսատ։ Ակտե դիդանտքի կումակի տիբիր ասոյն դեստոդան բա համդասե ունհո, կուշիշ կարդան, թոյն լազարուս համարլոնոքիս վոդաբարան, վա բատ աս օբնուշի դան, բոսան վուտոլ բուզոնի մո բա մայդում բարգաշտամ ավխիով խուդրոյի շղոլ մեկնան։ Ամո ուսե բիգրիվտեի բուզիգարի դաստեի մո դարին հոլատ անդակ է նիգարոն կունան դա աստ։ در دوری دومی رقابت‌ها در مسابقه اساسیای فوتبالی کشورهای آسیای مرکزی دسته جوانان ایران بازی ندارد و امروز مربیان این دسته برای تحلیل و بررسی بازی رقیبان آینده خود با ورزشگاه تالکو آرنا تشریف آوردند. همین حالا آنها جریان این بازی رو دیدن کرده استودند و اینچنین باید بگویم که ستاد مربیان این دسته منتخب کشور تحت رهبری پتر شگرت هم در ورزشگاه قرار دارند. آنها نیز بهره دیدنی بوزی دسته منتخب نورسانی کشور عزیمی ورزشگاهی تالکو آرنا شهر تورسون زوده شدند. چی تاوره میبینید؟ حسه بگرفته فوتبال بوزی ما بسیار هم وزنین است. حجی عبدومنان که در برخوردی قبلی حسه گرفت حالا میدان رو ترک میکنند. زیرا ما دیده استادیم که یک فوتبال بوزی دیگر برای برامدن با میدان تیاری میبیند. البته در چنین لحظه ها تنها و تنها همین گونه کافکو بیوی که هستن از جانب مخلصان کمک کرده می تواند بهری زودتر صحت و سلامت شدن فوتبال باز و به میدان برگشتن او.
از فرصت ما هم استفاده برده به حجی عبدمنان که یکی از بازیکنان اساسی در سه منتخب نوسانی کشور و یکی از امیدهای ما به حساب می رود ارزومند آن هستیم که شفای کامل و عاجل پیدا کند و زودتر به صف برگردد لحظه که او آسیب گرفت بار دیگر برای ما و شما پیشنهاد میکنند ان امین حالت همایون امین بسیار آسیب جدی رساند به فوتبال بازی ما و برای این عمل کردش البته کارتی زرد گرفت ولی این چندان مهم نیست زیرا ما یک فوتبال بازی بسیار خوبی خود را که در بازی یکم از دست داده ایستادیم و این خانوخو البته با نقشه بازی های بعدی فوتبال بازانی ما به تاثیر نمیموند اگر خطا نکنم از بین فوتبال بازان حیاتی احتیاطی حالا بازیگر شماره 20 یونس اسماتولوف برای برآمدن به میدان تیارید ایستاده است بله و بعد از چند لحظه یونس اسماتولوف باید وارد میدان شود دلاور جمشید زاده توانست که کوشی یکمی فوتبال بازان افغانستان را بهره سازمان دادن هجوم از بین برد در لحظه قبلی و اینجا اکنون آهسته آهسته اجازت میدهد شرف‌گان سعیدوف تا اینکه توپ از میدان بیرون شود تغییرات اجباری در حیات ما از میدان گرفته شد فوتبال بازی شماره 3 حاجی عبدمنان که آسیب گرفته بود و اکنون در دقیقه 42 به جای او یونس اسماتولوف به میدان میبرد لحظه که بار دیگر ویران شدن قایده بازی باعث من شدن رفت رقابت امروزه می شود این دفعه اکنون فوتبال بازی ما شعبان نعیمف هنگامی مبارزه با بازیگری حریف احسان احمد رحمانی قایده بازی رو ویران کرد این موقع دروازه‌بان است و با باوری حرکت میکند سنت الله اسماعیلوف و توپ را به دست میگیرد هاود و فایده دسته افغانستان است در این حالت خب باز یک لحظه دیگره که قویده بازی ویران شده ایستاده است و در این وضعیت اکنون جاویدان خوشوختف قویده بازی رو ویران کرد در نیمه یکمی بازی همین گونه حالت ها کم نبودند هرچند در همین صحنه های تکراری اخیر چندان عیون هم نیست که فوتبال بازی ما جاویدان خوشوختف چگونه زیدی فریدون سعیدی قایده بازی رو ویران کرد خب حاجی عبدمنان را برای ما شما نشان داده ایستادند امیدوار میشویم که هرچی زودتر به صف برمیگردد و در بازی بعدی با هم اشتراک که او را میبینیم اما معاینه طبی البته معاین میکند باز تو به اختیار فوتبال بازان دسته جوانان افغانستان میگذارد تیمور شاه رعوفی پس داد به همدستش محمد مقدم ارسال تو به داخل جریمه گاه بود اما این وضعیت برطرف شد و جوانان دسته افغانستان کوشش کرده استادن باز هم از نو آغاز کنند وقتی اساسی رقابت هم به خاتمه خود نزدیک می شود و چطور می بینیم 3 دقیقه وقت ایلوه کرده می شود چطور بلوتر اشاره کردم خیلی وقتی زیاد هم تلف یافت در نیمه یکم
و انتظار بودن ممکن بود که 3 دقیقه و یا زیادتر از آن هم اضافه کرده می شود و نیمه یکمی بازی دسته ها. بعد از گل که در دقیقه 28 گفتیم فوتبالبازان ما به هدف رساندند با کوشی مسرور غفوروف، دیگر در دقیقه بعدی لحظه خطرناک از جانب شاگردانی رحمت الله فضایلف به وجود آورده نشد. در نوبت خود در نیمه یکم دسته جوانان افغانستان هم آنقدر امکانات های را در نزد دروازه سنت الله اسماعیلوف به وجود نآورد. اصلا یکم وضعیت خطرناک نبود، گوییم اشتباه نخواهد بود، تنها یک چند پرتافت ها، اما آن یکم خوف و خطر را به وجود نآورد. از دست می دید فرهاد امیری در این حالت، احمد رشید سروری بسیار هم خوب. ما شاید بار اول در رفتی بازی امروز مبارزه دو کپیتان رو دیدیم و فرهاد رشید سروری کپیتان دسته جوانان افغانستان از کپیتان ما ابوبکر سلیمانوف گذاشته توانست در همان حالت و پرتوفته که از کنار چپ بود و داخل جریمه اینجا باعث برام نشود که در نهایت کار توپ رو دروازه بون سنت الله اسماعیلوف با دست دارد و با همین هجوم نوبتی جوانان افغانستان خاتمه می‌یابد. خلو امکانیت خوب راهلا فوتبالبازان ما میتوانند در آخری قسم یکم بازی باز با وجود دارند، اما ببینید دوبار رفتی این هجوم رو من میکند و اشاره میکند که پیشتر از اون قاعده بازی ویران شده بود و کارت زرد نشان میدهد به مسرور غفوروف. مسرور گفته شده است که من نفهمیدم چرا با من کارت زرد نشان داده شد در این وضعیت. ما باشد امکان داریم که صحنه تکراری همین حالت رو ببینیم و مسرور حالا با دوباره مرکز ارسلان گوشانوف میفهماند که چرا در همون حالت این گونه وضعیت با وجود اومد. میدونید دوباره اشاره کرده شده است که با اورنج خود مسرور در همون لحظه با سری فوتبالباز حریف اندکه برخورده است. بازیگران ما توانستند که هجوم نوبتی افغانستان را برطرف کنند، ولی بعدا باز قاعده بازی ویران می شود و این دفعه یونس اسماعیلوف خطا کرده ایستاده است. 3 دقیقه وقت اضافه شده خاتمه یافت، اما دوبار حتما اجازت خواهد داد تا اینکه وضعیت استانداردی مذکور با پورگی استفاده برده شود. آخرین امکانیت در رفتی قسم یکم برای دسته جوانان افغانستان و ضربه راست رو میبینیم در همین لحظه ها که راست و به دست دروازه‌بان سنت الله اسماعیلوف رفت و با همین صدای شده که دوبار ارسلان گوشانوف در همین لحظه ها بلند شد بینندگان گرامی. قسم یکم بازی با همین خاتمه میابد، حساب 0-1 به فایده جوانان ما است و بینندگان گرامی با همین نیمه یکم رقابت حالا خاتمه میابد. اندکی تنفس میکنیم و بعدا باز هم یکجا با شما امیدوار میشم که در بخش مستقیم قسم دوم بازی مذکور رو از ورزشگاه تلخ آرینای شهر تورسونزاده خواهیم دید. با ما باشید.
Yeah.
بینندگان عزیز ارجمند اینک نیمه دومی رقابت با اشتراک دستاوی منتخبی اشتراکچیانی جمعی اساسیاسی فوتبالی کشورهای سوی مرکزی آغاز شد و یادوار می شوم که در رقابت دور دوم دستاوی منتخبی جوانان افغانستان و تاجیکستان با مسافه هم رفتند. نیمه یکم با برتری فوتبالبازان ما جانباز شد و گل یگانه را مسرور غفوروف در دقیقه 28 بازی به هدف رسانده بود. چون در آغاز قسم دوم قرار داریم، باید هیئت ها را بار دیگر به سمع شما معرفی کنم و این البته بسیار بمارید خواهد بود. فیصل سعید خیل دروازه‌بان دسته افغانستان است. فوتبالبازانی که در میدان هستند کاپیتان دسته احمد رشید سروری، رقم 9 رقم 2 تیمور شاه رعوفی، رقم 4 همایون امین، رقم 5 احمد الله الوکزای، رقم 6 محمد مقدم، رقم 8 امید رجوی، رقم 11 فرهاد علیزاده، رقم 13 احسان احمد رحمانی، رقم 14 فریدون سعیدی، رقم 20 حکیم خان نیازی به حساب می روند. سرمربی دسته همایون همدرد از کشوری افغانستان است. حیات دسته جوانانی ما در رفتی رقابتی امروزه به طور زائل است. در دروازه‌بان سنت الله اسماعیلوف، رقم 23 فوتبالبازانی که در میدان هستند کاپیتان دسته ابوبکر سلیمانوف، رقم 3 حاجی عبدمنان بود اما متاسفانه او آسیب گرفت و در رفتی نیمه یکم او را عوض کردند و جایش رقم 20 یونس اسماعیلوف وارد میدان شد. رقم 4 دلاور جمشیدزاده، رقم 5 برکت الله نعمت الله زاده، رقم 6 شرفگان سعیدوف، رقم 7 مسرور غفوروف، رقم 8 جویدان خوشوختوف، رقم 12 شعبان نعیموف، رقم 13 ربونی کمالوف، رقم 15 فرهاد امیری به حساب می روند. سرمربی دسته رحمت الله فوزایلوف. حالا وضعیت استانداردی با اشتراک فوتبالبازان دسته جوانانی افغانستان است. پرتفتی توپ را میبینیم و داخل جریمه گل و امکانیت هم پیدا میشود. گل بینندگان گرامی در این لحظه. متاسفانه فوتبالبازان ما اشتباه کردند، هنگام موقع گیری خود در داخل جریمه گل و با این ترتیب در آغاز نیمه دوم در دقیقه 48 ما به دروازه خود گل سر میدیم. هم دفاعگرانمان هنگام موقع گیری اشتباه کردند که پیش روی فوتبالباز دسته جوانان افغانستان را نگرفتند و هم دروازه‌بانمان موقع را نادرست گرفته بود سنت الله اسماعیلوف. حالا حتما خواهیم دید در صحنه تکراری که همایون امین چگونه به طور دروازه ما توپ را روان کرد و این هم شاید یکی از اون لحظه باشد که حتما اطرافی برطرف کردن چنین کمبودی ها در استادی مربیانی دسته منتخب کشور اشاره میکند. در پیش ما و شما را مسابقه بسیار بزرگ و مهم انتظار است و نباید در همان مسابقه عیناً همین گونه خطاها، همین گونه اشتباهها در موقع گیری در داخل جریمه‌گاه خود صورت گیرد، زیرا در گروه با موج توری بالاتر اشاره کردم حریفان بسیار پرقوت هستند مثل چین، استرالیا و عربستان سعودی. خب ناخود در حیاتی که امروز ما شما دیده استودیم، یعنی حیاتی اولیه و گروه فوتبالبازانی که در کرسی بازیگرانی نوبت پای قرار دارند، تغییرات ها می شود. یعنی باز چهره های دیگر، نفران دیگر رو هم حتما استاد مربیان از نظر میگذارند و بعدا حیات نهایی معین خواهد شد. همچنین ممکن است پیش از سفر به تایلند باز جمعوری تعلیمی تمرینی آخرین رو هم فوتبالبازان ما بعدا دویر کنند. اما حالا آن گروه فوتبالبازانی که برای اشتراک در این مسابقه سفر بر شدن در حیات دسته منتخبی نورسانی کشورمون، بهرشون آخرین آزمایش خواهد بود جهت راه یافتن به هیئت نهایی دسته نورسانی کشور و اشتراک در مسابقه جام آسیا بین نورسانی تا 17 ساله در کشوری تایلند. خطا در مرکز میدان تو با اختیار فوتبالبازان دسته افغانستان گذاشت و امکانیت نوبتی برای آنها پیدا شده است، اما ببینید کامینو فهمی اینجا با وجود میاد و در نوبت خود هجوم جوابی فوتبال بزنی ما به نتیجه جنباز می شود. مسرور غفور و فلو می توانیست که این امکانیت رو بهتر استفاده برد، اما در مبارزه با دفاعگری
افغانستان همایون امین موفق نشد. خیلی مسافه طولانی رو تای کرد نیم محافظتگر احسان احمد رحمانی، اما آمد و توپ رو با اختیاری دسته حریف گذاشت. گزارشی بسیار زیبا از کناری راست، پرتافتی توپ رو میبینیم. توپ در اختیار فوتبال بازان دسته افغانستان بود، اما اینجا بسیار هم خوب اکنون حرکت کرد فوتبال بازی ما و توانست شعبان نعیمف این حالت رو برطرف کند. ابوبکر پاس میدهد به همدستش، ولی هنگام پاس دادن ابوبکر سلیمانوف کمی خطا هم کرد، زیرا سری وقت و گویم در حالتی که تیار بود همدستش او پاس نداد، اندکی با تاخیر پسی او به همدستش روان شد و در نتیجه این هجوم قطع گردید. از وضعیت استانداردی که در آغاز قسم دومی بازی بود، ما به طوری در روزه خود گل جوابی را سر دادیم و با همین حساب برابر شد یک بر یک. حالا یک فوتبال بازی دسته جوانان افغانستان آسیب گرفته است. برای اونهایی که نتوانستن نیمه یکمی رقابت دسته مذکور رو تماشا کنن، من بار دیگر یادآور میشم که این رقابت های دور دومی چمپیونات کشورهای اسوسیاسیای فوتبالی آسیای مرکزی است. در مسابقه نوبتی که بار چهارم بین جوانان توپ سالا برگزار میشود، پنج دسته اشتراک میکنند. از منطقه تنها فوتبالبازان دسته منتخبی جوانان قرغیزستان در مسابقه اشتراک نکرده ایستادند و چطور میدونید با اسوسیاسیای فوتبالی کشورهای آسیای مرکزی در عموم 6 دولت وارد میشوند: تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، افغانستان و ایران. و این در میان همه اسوسیاسیای فوتبالی که در آسیا هستند، اسوسیاسیای فوتبالی جوانترین به حساب میرود، ولی بسیار خوب رشد کرده ایستاده است اسوسیاسیای فوتبالی کشورهای آسیای مرکزی و دوامی چند سال اخیر مکانی اساسی برگزاری رقابت ها در تقریبا همه سن و سال، چی میانی بانوان چی میانی پسران، ما از کشوری بیشتاسای ما است. بیشتری از این رقابت ها چطور بلوتر گفتم در شهرهای دوشنبه و حصار قبلا صورت میگرفتن و اکنون نیم سال در میدان های چمنزورش طبیعی دستاندرکاران و خلاصه آمدند که بازی ها را دایر کنند. و گفته می شود که برای دسته هایی که تشریف آوردن، یعنی برای مهمانان، در عموم میدان های چمنزورشون طبیعی خیلی پسند هم آمده است. یعنی معلوم شود که در برابر اونه که میدان های خوبی چمنزوری سنئی داره، میدان های چمنزوری طبیعی ما هم چندان بد نیستند و میتوانند چنین مسابقه را البته در سطح بسیار خوب میزبانی کنند. پرتافت نوبتی توپ به داخل جریمه بود و اینجا دروازه بانی ما سنت‌الله اسماعیلوف خیلی خوب بازی کرد. البته سال به سال انفراساختوری فوتبالی در کشورمون بهتر شده استفاده است و باز اعتماد داریم که در سالهای بعدی باز شرایط های از این دیده بهتر برای فوتبال بازان و اگویم آن گروهی متخصصانی که البته در اون در ساحه فوتبال کار میکنند پیشنهاد کرده میشد و این باعث بهتر شدن نتیجه ها میشود. متاسفانه در این لحظه توپ را نگاه داشته نمیتواند دفاعگر کنوری ما شرفگان سعیدوف. و این لحظه که به دروازه ما گل زده شد، باری دیگر ببینید در مبارزه با دفاعگر حریف موقعیت خود را از دست می دهد فرهاد امیری، همچنین پیشتر از او. دو دفاعگر مرکزی ما برکت لو نعمت‌الله زاده و دلاور جمشید زاده قرار داشتند و هر دوی آنها هم اینجا نتوانستند مقاومت نشان دهند. شاید پیش از همه فکر کردند که توپ از میدان بیرون میشود. این طور نبود. همایون امین مبارزه برد، ضربه زد و دروازه‌بان ما هم که موقع را درست گرفته بود و دروازه خود توپ را سر داد.
فرصتی نوبتی اما این حالت رو زود فوتبال بزنی خطی دفاعی دسته جوانونی افغانستان برطرف میکنند. او گروه بازیگرانی احتیاطی هیئت ما نشان داده میشد که همین لحظه فاولون تمرین کرده ایستادند تا اینکه به میدان برآمده باز هم برای بهتر شدن نتیجه بازی امروز سهم خود را گذارند. خانو خو ما و شما تغییرات را خواهیم دید. و اینجا دروازه‌بانی دسته جوانان افغانستان بایوری تیبی نیاز دارد. فیصل سعید خیل. و همان طوری که برای ما و شما این لحظه پیشنهاد میکنند ببینید مخلصان با پرچم های ملی کشورمان به ورزشگاه تشریف آوردند تا اینکه به طور بسیار ارزنده و شایسته از هنر و استعداد نسل نو فوتبالی کشورمان دستگیری کنند. چی طوری گفتم بیرون از دوشنبه هم البته مخلصان و قماندان فوتبالی کشور خصوصا اگر دسته های ملی همون بازی کنند خیلی زیاد هستند. جای دومای حجوم فوتبال بزنید دسته جوانان افغانستان رو میبینیم. البک سلیمانوف با یوری هم دسته هایش این حالت رو برطرف کرد و تو با سمتی حملگری ما مسرور غفور رو فراوان کرده میشد. اما مسرور در این حالت امکان نداشت که تو برو در میدون نگاه دارد. اما من با باوری میتوانیم بگویم که در همه شهرهای و ولایت‌های کشورمان دوستداران و علاقه‌مندان فوتبال خیلی زیاد هستند. سلیمانوف توپ را نگاه می‌دارد، زودتر شاید پاس دادن به مورید می‌بود در همین گونه لحظه، اما سلیمانوف با دریبلینگ خود باوری دارد و کوشش می‌کند که با تنهایی این هجوم را دوام دهد. آوت کور کرد در همین لحظه ابوبکر سلیمانوف. خیلی هم زیبا از کنار چپ گزارش فوتبال بزنی ما، اما بعدم هر حال با موقع ضروری پرتفتی توپ رو انجام دادن نتوانستند. یک توپ در اختیار بازیگران ما باقی میماند، شرف‌افغان سعیدوف، پاس او با همدستش یونس اسماعیلوف بود. یونس هم با همدسته دیگری خود خواست در همان لحظه توپ رو روان کند، اما چه دوره دیدیم هجوم نوبتی تشکیل کرده شاگردان رحمتالله فضایلوف نتیجه نداد. شابو نایموف پرتفتی دیاگنالی تو با سوی او با کنار مقابل هجوم رو دوام میدهند فوتبال بزنیم او. باز یک پرتفتی دیگر و در این حالت ببینید که با یک دیگر خبر رسانده ایستادند فوتبال بزنی حیات جوانان افغانستان، اما به هر حال به آنها میسر میشود که این حالت رو برطرف کنند. بسیار گزارش خوب از جانب احمد رشید سروری کپتین دسته جوانان افغانستان رو ببینید که با تنهایی چگونه توپ به نزدیکی جریمه گوی مو میآید و بعدا ضربه جریمه کار میکنند. نخستین کارت زرد در قسم دوم بازی اولو از سوی داور به فوتبال بازی مو نشان داده میشد. داور میشم که گروه داوران تحت رهبری ارسلان گوشانوف این بازی رو قضاوت کرده استودن و ارسلان گوشانوف
احمد رشید سروری از دو سه هندسه دیگری شبو نایموف با اوسونی گذاشت و ممکن بود که با داخل جریمگو هم به یکان ممونیت ورید شود. لحظه توقف با وجود می آید. لوکومک تیبی رسونده استودان با دروازه‌بانی. دسته جوانونی افغانستان فیصل سعید خیل این باری اول نیست. چانس پیشتر از این هم طبیبان. با مقصدی کومک تیبی رسوندن با او ورودی میدون شده بودن. و در همین لحظه گروه دیگری فوتبال بزرگ دسته جوانونی افغانستان برای استفاده وضعیت استانداردی که در نزد دروازه ما کار کردند تلاش می نمایم. فرهاد علیزاده و همچنین احمد رشید سروری در نزدی توب هستند. دبور دفاعی عبارت از چهار نفر گذاشته شده است از سوی فوتبال بزرگ ما. اجازه داده شد. ضربه و توپ به دور دفاعی رسیده برمیگردد و ضربه دویم هم همچنین. در هر دو مورد فوتبال بزنی متوانستند ضربه ها را برطرف کنند. مسعود غفوروف از جای خود بلند شد، هرچند ضربه اول را از او قبول کرد و اندکی درد کم بود برایش، اما تایور از بازی را دوام داد. از ضربه کنجی زود توپ را به بازی می‌دارند. فوتبال بزنی دسته ای افغانستان ببیند که باز یک امکانیت دیگر بسیار هم خوب در وضعیت های استانداردی در نزد دروازه ما بسیار امکانیت های خوب را با وجود آورده ایستادند. این هم در حال است که در نیمه یکم اصلا فوتبالبازان دسته منتخب جوانان افغانستان یگان امکانیت خوب نداشتند. بار دیگر می توانید ببینید این حالت را بینندگان گرامی که چگونه پرتافت توپ از جانب احسان احمد رحمانی روان کرده شد و هم دسته او ضربه زد. از ضربه زده او از پهلوی دروازه ما گذشت و از میدان بیرون برآمد. بعد از چند لحظه دو تغییر در حیط دسته نورسون کشور صورت میگیرد و برای برآمدن به میدان بلال بوبویف رقم 9 و همچنین حملهگر دیگری ما نوریدین آریان مهر تیارید ایستاده است. در مرکز میدان بسم چطور میبینید و بازیگرانی دسته جوانان افغانستان میسر میشود که توپ را به خود برگردانند. خوب اینک تغییر تو را میبینیم بینندگان گرامی در همین لحظه ها و از میدان گرفته می شود شعبان نعیموف رقم 12 با جای او با رقم 18 نوریدین آریان مهری نوریدین دخترش به میدان میبرد و همچنین فوتبالبازی دیگری که میدان را ترک کرد این ربونی کامولوف است. ربونی کامولوف جای خود را اکنون به این ترتیب به فوتبالبازی دیگر بلال بوبویف می دهد. حساب یک بر یک است. حالا در رفتی بازی امروز هم میتوانیم بگویم که چیز عیان نیست. باز در پیش با در نظر داشت دقیقه لوگی حدود 30 دقیقه وقت در اختیار هر دو دسته باقی میماند تا اینکه بهره به دست آوردن 3 امتیاز تلاش کنند. یادآور میشم که افغانستان در دور یکم توانسته بود که ترکمنستان را با حساب 2-1 شکست دهد و همین حالا در برابر ازبکستان آنها پیش صفون جدول مسابقه به حساب میروند بعد از خاتمه دور یکم. همزمان با این بینندگان گرامی مورد به یادآوری است که رقابت دیگر در همین ساعت و همین لحظه ها در ورزشگاه کلوب مرکزی ورزشی ارتش در شهر دوشنبه برگزار شده ایستاده است و آنجا دسته های جوانان ازبکستان و ترکمنستان با هم بازی کرده ایستادند.
چطوری گفتیم پنج دسته اشتراک میکنند و در دوری دویم رقابت ها دسته منتخبی جوانانی ایران آزاد است بازی خود رو دویر نمیکنند بسابی آنکه شماره دسته ها جفت نیست در پنج دوری برگزاری رقابت ها حتما هر دوری یک دسته بازی نخواهد کرد برای مثال دیروز در روز یکمی برگزاری رقابت ها دسته منتخبی جوانانی تاجیکستان بازی نداشت فرصتی نوبتی برای مو میتوانیست پیدا شود اما پرتوفتی نادرست در این حالت و تو با همین میدان رو ترک کرده ایستاده است حالا ملی پوشان جوانی افغانستان باز هم به هجوم میگذارند پرتافتی نوبتی توپ ببینید که در داخل جریمه‌گاه تقریبا آنها به یک دیگر توپ را ارسال کرده ایستادند اندکی باید دفاعگران ما بیدار شوند از خوبی خود نباید چنین امکانیت ها به حریف گذاشته شود و حالا باز یک هجوم دیگر که نقطه نهایی آن همین ضربه از مسافه دور بود و این ضربه را چطور میبینید احمدالله الوکزای اجرا کرد از این گوی اول ضربه بسیار قوی نمود اما چطوره در صحنه تکراری هم خودش ما مشاهده کرده ضربه خطا رفت خیلی خوب اینجا مبارزه فوتبال بزنی ما به نظر میرسد عباک سلیمانوف میتواند که توپ رو به دست آورد و اینجا نیرون شدنی قایده بازی به فکرم به اعتبار گرفته شد از جانبی سردوار ارسلان گوشانوف بله در مبارزه که بین عباک سلیمانوف و همچنین احمد رشید سروری بود کپتین دسته افغانستان در برابر کپتین دسته ما قیده بازی رو ویران کرد گل طلب میکنند مخلصان آنها مشتاقی گل در نیمه دوم هستند و ببینید که اینجا دو فوتبال باز به هم برخوردن هنگام موقع گیری در داخل جریمه‌گاه شاید بعضی وقت به همین گونه مسابقه ها ما به توجه میکنیم از اون جهت که میگیم این یک مسابقه نیمه رسمی است اما ببینید در میدان چگونه فوتبال بازان بازی کرده ایستادند احساسات آن تنش هایی که از آن مبارزه ای که صورت میگیرد و در عموم شدت نوکی بازی در سطح بلندترین است و خانوخو خیلی خوب احساس کرده می شود که اینجا در سطح بلندترین دو دسته با هم رقابت کرده ایستادند توپ از میدان بیرون شد با پورگی در رفتی پرتوفت که از جانبی ابوبکر سلیمانوف بود خیلی بلند و نوانیق این پرتوفت رو ابوبکر روان کرد چی در قسم یکم و چی در قسم دوم بالاتر ذکر کرده بودیم که ابوبکر پرتوفت های خوبه دارد اما در لحظه قبلی این کار رو کردن نتوانست و اینجا از ابوبکر توپ رو میگیرند احمدالله الوکزای این کار رو انجام داد و فوتبال‌بازان ما در مرکز میدان باز توپ رو برگردوندن مسرور غفوروف هجوم رو دوام دادن ممکن از کنار چپ اینجا هم دستویش به او کمک میکنند بلال بابایف میافتد او اما دوباره اشاره کرده ایستاده است که چیزی نیست بازی باید دوام یابد و در این حالت اکنون توپ از میدان بیرون میشود جاویدان خوشبختف ارسال بسیار هم خوب است و اما باز هم دفاعگرانی دسته افغانستان اجازه داده میدهند که بازیگرانی ما این گونه هجوم ها رو دوام دهند شاید زمین نوکی ارسال تو به یک دیگر کمک کند و نفهمی بین فوتبال بازان
البته جویدون در موقع دیگر پس رو انتظار بود، لیک اوریون مهری نوری دین هم به فکرم بد فکر نکرد، در همین لحظه ممکن بود در همونجا با کم هماهنگی با هم دیگر فهمی خوب همین حمله رو فوتبال بزنی جوانی ما البته دوام دیم. پس خطا بود از سوی بک، ولی پیشتر از این خویده بوزی رو نسبتی و ویران کردن. صحنه تکراری همون لحظه که فریدون سعیدی خویده بوزی رو ویران کرد برای ما پیش نیاد شد. فرصت هست، مسرور غفوروف خیلی هم خوب پسی و به هم دستش و در لحظه اخیر با بیلال بابایف میاسر نشده شده است که این هجوم رو دوام دید. با اینکه بیلال با بازی همراه شد خودش ما دیده شده که تازه کنار چپ با هجوم ها زود و سری وقتی پیوست می شود بیلال بابایف، و اینک این هجوم دویمه بود که فاولونه اشتراکی او رو ما در رفتی بازی مشاهده کردیم. حالا دوبار اجازت نمیدهد برای بابوزی در آوردن توپ، زیرا باز یک فوتبال بازی دیگری دسته جوانانی افغانستان آسیب گرفته است. برای برآمدن به میدان یک فوتبال بازی تیوری دستوده است در حیاتی جوانانی افغانستان، و ممکن است همون بازیگری که چند لحظه پیشتر از این آسیب گرفته بود او را عوض کند. فوتبال بازی شماره 7 غلام قوس واحدی اکنون به میدان میبرد و او بجای فوتبال بازی شماره 20 حکیم خان نیازی بازی را دوام میدهد. همون فوتبال بازی که واقعاً چند لحظه پیشتر از این آسیب برداشته بود. اکنون اینجا زد داده می شود برای اجروی ضربه کنجی و خواهیم دید که از وضعیت استاندارتی نوبتی فوتبال بزنیم و چگونه استفاده می برم. فرصت هست و ضربه رو هم می بینیم. دیلوار جمشب زوده دیفوگری مرکزی ما در این حالت ضربه زد، اما ضربه زده او رو فیصل سعید خیل برطرف کرد. چون پایان رقابت هم نزدیک می شود مخلصان نیز خیلی فعال می شوند. همین گونه فعالی آنها امروز در ورزشگاه البته باز هم روح الهامی تازه می بخشد به فوتبال بزنی ما. باز یک وضعیت استاندارتی دیگر به فایده فوتبال بزنی ما است، زیرا در همین حالت قاعده بازی مقابلی اوریون مهری نوری دین ویران کرده شد. بار دیگر می بینیم بار دیگر توجه کنید که چگونه رهبری گویم اکثر مخلصان فوتبالی کشورمون سعدی اسماعیلوف به ورزشگاه تالکو آرنا تشریف آورده است و حالا تشویق میکند تا اینکه فوتبال بازان ما توانند گل دوم را به هدف رسانند. خیلی نزدیک هم بودند در همین لحظه بعد از پرتافت توپ در داخل جریمه، بعد از وضعیت استانداردی باز هم امکانیت پیدا میشود. احسن و آفرین میگویم، اما اگر ضربه باز هم راست اجرا میشد پس اولی میبود. به طور بسیار هم اولی البته از این امکانیت ما میتوانیستیم استفاده برده گل دوم خود را به هدف رسونیم. ابو بکر تا آخر مبارزه میبرد با محمد مقدم.
تو به اختیار فوتبالسازان دسته جوانان افغانستان گذاشت و در این حالت صدگذاری بسیار خوب از جانب جاویدان خوشبختوف به نظر رسید. غیر از همایون همدرد البته در استادیوم مربیان دسته منتخب افغانستان باز مربیان دیگر هم هستند که حالو ما از آنها کوشش کرده ایستادند. دوست هم راه و وسیله های دیگر را به شاگردان خود بیاموزند. پرتفت دیاگنالی تو با از جانب جاویدان خوشبخت و فهمون نه توب تو با بیلال بابویف نمی رود. مسرور غفوروف خیلی هم خوب توب رو نگاه می دارد. مسرور پسی او با کنار چپ بیلال بابویف مجبور است اکنون بسام اندکه با قفا پاسید ارسال نوبتی توب رو می بینیم. نا اینجا اکنون ضربه اجرا شده ای بازیگری ما مسرور غفوروف نه اونقدر قوی بود. خوب در کرسی بازیگران احتیاطی غیر از سه فوتبالبازی که به میدان برآمدند باز نفران زیرین هستند. دروازه‌بان ابوبکر محمودوف، خوب فوتبالبازی شماره دو بختوار غیوروف، رقم 11 ابوبکر سعیدوف، رقم 14 مهربان حمیدوف، رقم 16 محمد عبدالاحدوف، رقم 17 شیرزاد قهاروف، رقم 19 توهیری محمد جونی توهیری، رقم 21 رستم کمالوف و رقم 22 بهروز خوجایف. توپ را بایی بسیار خوب در مرکزی میدان امکانیت هست برای دوام دادن حمله. توپ را نگاه میدارم فوتبالبازان ما زود پاس با کناری راست روان کرده میشد. جاویدان خوشبختوف انتظار همدستهای دیگرش است. شرفگان سعیدوف با هجوم پیوست شد. ارسال توپ به سوی او و دروازه‌بان این حالت را برطرف کرده ایستاده است. خیلی ارسال های خوب، خیلی هجوم های جالب در طول چند دقیقه اخیر دیده میشود. اندک فعال شدن فوتبالبازان ما حتما امکانیت پیدا میشود. اما از چی باشد که از آغاز قسم دویم بازیگرانی ما نه اونقدر گویم با خواهش و اشتیاق تمام در میدان مبارزه می بردن. اصلا در نیمه یکم افغانستان باید بگم که در خط هجوم چندان فعال نبود و امکانیتی هم نداشت. دوستانی ما یک دو فرصتی خوب رو با وجود آوردن لیک موفق نشدن. در زمانی ما در این حالت خیلی خوب بازی میکند سنتلو اسمویلوف. ابوبکر سلیمانوف او محرک اساسی دسته ما است، نفره که سمت هجوم را معین میکند و خود به واسطه در آغاز بخشیدن آن اشتراک میکند. اما این پرتوفتی شرفگان سعیدوف نه اونقدر خوب بود. خیلی خوب در مرکز میدان تو به اختیار ما برگشت. هجوم دوام مییابد تو با آخر مبارزه بردن در کار و نزدیک بود که در سه یکی اولی میدانی حریف با سم فوتبالبازان ما توپ را به خود برگردانند توسط پرسینگی که آنها داشتند. اما اندکه در این کار ناکام شدند. لوبو سم فرصت نوبتی برای دوام دادن هجوم امکانیت هست. نه مسرور غفوروف دیر کرد هم در ضربه زنی و هم در پاس دادن. فایده ما است. شرفگان سعیدوف نزدیک هم نامده پاس داد و ابوبکر خواست بسیار پاسی زیبای رو به هم دستش روان کند اما با قفای پای چون این پاس رو اجرا کرده نتوانیست. خب باز یک فوتبالبازی دسته جوانان افغانستان خود رو به زمین پرتافته است.
و یقینا می توانیم بگوییم که اکنون چنین حالت ها این بیوستا با وقت رو کشول دادنی بازیگران رب دارد. یعنی تو جایی می توانیم بگوییم که با این ترتیب اونها با تلف کردنی وقت مشغول است. اما هرچند اولو فوتبال بازی دسته جوانانی افغانستان شروع کرده استاده است که اوسبی گرفتش جدی است. البته ما مشتاقی همین گونه مخلصی مخلصانمون هستیم در ورزشگاه ها. راستی طول چند وقتی اخیر که دسته منتخبی کشورمون به وسیله بازی های خود رو گویر نکرده است برای اخیر البته تیرماه سال گذشته از دسته منتخبی روسیه بود و خود شما دیدید که توجه چگونه زیاد است. هر باره که بازی های بین المللی فوتبال شود چی میانی باشگاه ها و چی میانی دسته های منتخبی دیگر مخصوصا وقت دسته منتخبی کشورمون زید یکون دسته فوتبالی آسیا هنر نمایی میکند، ما و شما میبینیم که چگونه ورزشگاه های محتشم شهری دوشنبه مولومول مخلصان میشن. و قبلا جوی یادواری است که ورزشگاه تالک آرینا شهری تورسونزوده یکی از مکان های برگزاری رقابت ها برای دسته منتخبی کشور و دسته نورسون و اولیمپیا محسوب میشد. برای مثال جهتی راه یافتن به المپیادای ریو دی ژانیرو 2016 در همین میدان رقابت های مرحله انتخابی بود که دسته منتخبی المپیک کشورمون و سوریه سال 2013 صورت گرفت. از این پیشتر یکی از بازی‌های خاطرمان میان دسته منتخبی تاجیکستان و ازبکستان در همین میدان بود. حالا گزارش بسیار هم خوب از سوی فوتبالبازان ما توسط کانال چپ هجوم دوام می‌یابد و تا به آخر تلاش کرده ایستاده است بیلال بوبوف. و میدان وریچوی او و اون فاولیه که در کنار چپ دارد امروز قابل ستایش است بینندگان گرامی. خیلی خوب با بوزی همراه شد بیلال و پیوسته کوشش کرده است از هجوم ها را دستگیری کند. و می توانم همین گونه سخن ها را درباره اوریان مهری نوریدین هم بگویم، زیرا او نیز با اینکه به میدان برآمد خیلی فعالانه در پرسینگ، در تشکیل کردن هجوم ها، در توپ ربایی ها از خود درک داده ایستاده است. توبرو نگاه می‌دارد مسعود غفوروف و بعدا پاس می‌دهد به همدستش، اما در این حالت امکان نبود تا جاویدان خوش وقت افتوب رو به دست دارد. شاید تغییرات های نوبتی و بسن پرقوت کردن هیئت در همین لحظه ها کمک رساند به ما. این فضایی را که میبینید مخلصان گرامی میتواند در روزهای بعدی هم تکرار شد و باز هم زیباتر باشد از این حالت که امروز است. دروازه‌بان اولین شده به توپ رسید در این وضعیت و متاسفانه برای حملگری ما مسرور غفوروف به اثر نمیشود که اینجا اولین شده به توپ برسد. بار دیگر میبینیم این هجوم را. خب من چی گفتنی هستم؟ مخلصان گرامی اونهایی که توسط شبکه های تلویزیونی جریان این بازی رو تماشا کرده استید و اینکه از سامانه های اجتماعی دیگر خبردار هم هست در برای تقویم بازی های آینده در مسابقه کافا. مرحمت کنید به ورزشگاه تالک آرینا شهر تورسونزوده. روزهای 24، 26 و 28 می دسته منتخبی نورسون کشورمون در دوره چهارمین چمپیونات اسوسیاسیون فوتبالی کشورهای آسیای مرکزی بین جوانان تا 20 ساله در همین میدان بازی خود را دایر میکنند. رقابت ها یکی از دیگر جالب تر هستند، ضد ترکمنستان، ضد ازبکستان و ضد ایران متناسبن روزهای 24، 26 و 28 می. و شما می توانید بسن در موفقیت شاگردانی رحمت الله فضایلف سهمی ارزنده خود را بگذارید. ورود به ورزشگاه کاملا آزاد و رایگان است. این چیز را هم مخصوص اشاره کردن ممکن است بینندگان گرامی، یعنی آزادانه به یگان ممنوعیت و رایگان می توانید به میدان ورود شوید و مخلصی کنید. تغییرات نوبتی در حیات دسته
جوانونی افغانستان هلو به نظر میرسد. با شماره 19 از کرسی بازگرانی نوبتپای این آیت الله کهل وارد میدان میشود و او به جای بازیگر شماره 11 فرهاد علیزاده بازی را دوام میدهد. پرتفتی نوبتی تو به سمتی جویدون خوشبخت پسی او به هم دستش و قیده بازی بیرون شد اینجا. بله قیده بازی بیرون شد. کارت زرد در دستی دوار و بازیگری نوبتی هیئت جوانان افغانستان مجازات تانیده شد در این لحظه. نسبت اوریان مهری نوریدین قیده بازی رو ویران کرد. فوتبال بازی هیئت جوانان افغانستان و ببینید که وضعیت استانداردی نوبتی که کار کردن بازیگران ما خیلی نزدیک است به جریمه‌گوی حریف. بار دیگر همین حالت رو میتوانید ببینید. دفاعگر احمد الله آلوکازای قیده بازی رو ویران کرد. خوب ابو بکر به نزدی سرمربی دسته رحمت الله فوزایلوف میآید. از او توصیه های آخرین رو میگیرد و میرود تا اینکه توپ رو از وضعیت استانداردی به بازی درآورد. چند وضعیت استانداردی آخر باعث بر آن شد که امکانات خوب از سوی فوتبالبازان ما در داخل جریمه‌گاه حریف پیدا شود. یعنی در وضعیت استانداردی قبلا خیلی خوب کار کردند سوی مربیانی دسته نورسان ما. اکنون این امکانات را به گل تبدیل دادن لازم است. اجازه داده می شود. پرتافتی توپ. فرصت هست. ضربه رو هم میبینیم و کمی بلندتر. کمی بلندتر در این حالت. و دلاور جمشید زاده رو برای ما نشان داده استادند که به احتمال زیاد در همون لحظه مس او ضربه زد. بار دیگر میبینیم. ابوبکر سلیمانوف. پرتافتی توپ از سوی او. و ضربه زده دلاور جمشید زاده. امروز از وضعیت های استانداردی امکانیت برای ما کم نبودند. بعد از گلی که فوتبالبازان دسته افغانستان زدند حداقل سه امکانیت رو میتوانیم حساب کنیم. اما هر سه اون فرصت ها از جانب بازیگران ما به طوری باید و شاید استفاده برده نشد و حتی در همون لحظه ها ما ضربه راست رو هم جانب دروازه ندیدیم. فوتبالبازی خطرناک است کاپیتان دسته جوانان افغانستان و ببینید این قرار داور باعث ناراضیگی مخلصان می شود زیرا آنها نیز این وضعیت را مشاهده می کردند و شاید حق هم هستند که اعتراض بیان کرده استادند زیرا اوت باید به فایده ما می شود در این حالت. توپ از پای کاپیتان دسته جوانان افغانستان احمد رشید سروری میدان را ترک کرد. میدونید دوار آوتی شورا کرده استاده است. اگر ضربه جریمه می گفت شاید جوری ها درستر درک میکردن او رو. دقیقه آخرینی وقتی اساسی جریان دارد با در نظر داشتی اون لحظه که تنفس بود در قسم دویم فکر دارم وقتی زیاد هم ایلوه کرده می شود در قسم دویمی بوزی دسته و در قسم اول سه دقیقه وقت زم کرده شده بود. ضربه زده احمد رشید سروری از مسافه دور نتیجه نداد. محمد مقدم از او توپ رو میگیرن فوتبالبازان ما. اوریان مهری نوریدین پاس با ابوبکر سلیمانوف. سلیمانوف بسیار پرتافتی خوب انجام داد. بیلال گزارشی او بابایف پرتافتی توپ از سوی بیلال و این وضعیت رو در لحظه اخیر شتاب رو میبینید بازیگری خط دفاعی مرکز برطرف کرد. 4 دقیقه وقت ایلاوه کرده شد.
برو دیگر گزارشی بیلال سلایمانوف دکترش بیلال بوبویف رو میتونه دوبیند اف باق سلایمانوف با او پاس رو داود در همون لحظه شرفگان سعیدف تو برو در اختیاری هم دستویش نیگوه میدورد فدول بزونی مو اکنون در دکوی لوگی با فیشور میگذارند البته کمی دیگر فیشور رو وردن نتیجه مطلوب رو در همین بازی با دست وردن ممکن است از یک امتیاز البته سه امتیاز بهتر فدول بزونی نورسی مو خیلی خوب این چیز رو درک میکنند باید بینندگان این گرومی در ذهنی ما و شما این گونه تصور پیدا نشود که حالا در این برا کمی بدتر میگویم پرتافتی توب نه متاسفانه در این حالت با بازیگرانی ما میسر نشد که در داخل جریمه گو توب رو نیگاه دارند بر حال موجی دویمی هجوم رو میبینیم اما اینجا شرفگان سعید فصلا ضربه رو خطا میزند یعنی بلوتر بخواستم بگویم که در ذهنی ما و شما باید این گونه تصور پیدا نشود که دسته منتخب افغانستان چگونه حریفی گویم یک نو حریفی ضعیف و نوتوان است و باید ما حتما اونها رو با حساب کلان شکستیم یعنی در سلیان است که اینجا تفاوت سینی سالی است پیش از همه یعنی حیات جوانان این تو بی سالی افغانستان اشتراک میکنند حیات نورسانی ما باشد برات از بازیگرانی 17 ساله هستند و بر زمین این دوامی چند وقتی اخیر حیات دسته منتخب افغانستان برای مطابق شوی و تیاری خوبتر دیدن به این مسابقه در تاجیکستان قرار داشتند حداقل 10 روز اخیر آنها در جنبه تعلیمی و تمرینی بودند مخصوصا در رئیس بومنظره الموسی و اونجا برای شوق در این مسابقه تیاری دیدند البته این از نگاه گویم کمک فوتبالی از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان تشکیل شد تا اینکه آنها برای اشتراک در این مسابقه همه جهته و گویم همه طرف ها امودگی ببینند و تأثیری همین گروه امودگی اونها هم هست که در رفتی بوزی امروز هم و شما اون رو مشویده کرده استودین خوب تغییر در حیط دسته جوانان افغانستان از میدان گرفته می شود فوتبال بازی شماره 8 امید رجبی و بجوی او به میدان می بارد رقم 3 ریشود نظری و بازی رو دوام می دهد بازی یک فوتبال بازی دیگری حیاتی جوانان افغانستان اولو با کمک تیبی نیاز دارد خوب بینندگان گرامی در دور سوم روز 24 می دسته تاجیکستان در همین میدان بر مقابل همتایان خود از ترکمنستان بازی میکند و در همین وقت و ساعت در ورزشگاه کلوب مرکزی ورزش ارتش که معروف به پلی تکنیکوم است در شهر دوشنبه دسته های ایران و افغانستان با مسافه هم میروند بعد در دور چهارم روز 26 می ایران با ترکمنستان در شهر دوشنبه بازی میکنند ازبکستان با تاجیکستان در همین میدان و بازی آخرین دور پنجم با شوکی در این حالت اکنون دوباره کناری شورا میکنند که ضربه کنجی است در دور پنجم افغانستان با ازبکستان در شهر دوشنبه و تاجیکستان با ایران در همین میدان بازی خواهند کرد و بعدا مسابقه خاتمه میابد و مراسم پوشیده شوی آن رو ما در همین میدان خواهیم دید ضربه کنجی با اشتراک فوتبال بازان ما لحظه حساس ترین در رفتی رقابت امروزه اما پرتافتی نه اونقدر خوب خیلی خسته شده است امو بک سلیمانوف به نظرم از این خاطر در لحظه قبلی نتوانست توپ رو به خطا به همدستش روان کند باز یک ریسال دیگر اما این دفعه در اوزابون فیصل سعید خیل توپ رو به دست می آورد حالا ابوبکر اشاره میکند که بیوری تیبی نیاز دارد در همین لحظه ها چطور گفتم خیلی خسته شده است ابوبکر ولی ببینید که اینجا نزدیک بود با یک اشتباه بسیار دغل روح دیان فوتبال بازان افغانستان لیک و وقتی اونها این اشتباه زود جبران شد و با همین رقابت امروزه خاتمه میبرد افغانستان و تاجیکستان در رقابت دور دوم چمپیونات اساسیای فوتبالی کشورهای آسیای مرکزی غالب را معین کرده نتوانستند بازی با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت بینندگان عزیز ارجمند ما در همین فرصت گزارش مستقیم خود را از ورزشگاه تلکو آرینا شهر تورسونزوده جنبست میکنیم در نزد میکروفون شوره پرویز محمد امین بود امروز در خدمت شما گروه تکنیکی و اجودی شبکه‌های تلویزیونی ورزش و فوتبال تحت رهبری کارکردان سلطان برزودی و یاوری او زیاویدین سفاروف این
گزارش رو برای شما آماده نمودم. تا این دورهای دیگر سیادمند و موفق باشید. امیدوار باشم که در بازی بعدی دسته منتخبی نورسان کشور تحت رهبری رحمت الله فضایلف میتوانند پیروزی به دست آورند. خیر. تشکر سلامت باشین ما دیروز یک بازی سرسخت داشتیم مقابل ترکمنستان که الحمدلله بازی را با نتیجه 2-1 پیروز شدیم و امروز بازی دوم ما بود که سردسر بود استراحت نداشتیم با تمام خستگی و امکانات کم آمدیم گرچه در نیمه اول گل اول دریافت کردیم ولی بچه ها با غیرتشان با نهایت کوششان توانستیم که پس گل مساوی را بر تیم حریف بزنیم و بسیار خوشحال هستم از تساوی امروز انشاءالله امید دارم که بچه های ما بتوانند در بازی بعدی نتیجه بگیرند در این مسابقات چی نقشه چی هدف دارید؟ هدف ما خواه اول قهرمانی است انشاءالله کوشش نهایت خودم میکنیم که قهرمان از این رقابت ها شویم دیگه اگر نشدیم انشاءالله یک نتیجه قناعت بخش به افغانستان میتونیم که ببریم انشاءالله زنده باشین تشکر درباره بازی امروز چی فکر دارید؟ قبل از همه سلام خدمت همه مردم عزیزم مردم رنجیدیم امیدوار هستم که با این تساوی که امروز ما کسب کردیم کم لبخند به لبهای از اون آورده باشیم بازی امروز ما قسمی که شما در جریان هستین دو بازی بالای هم با ما تچ کرده بود که دیروز هم بازی کردیم با تیم قدرتمند ترکمنستان که فضل الله نتیجه مطلوب خود گرفتیم و امروز هم با یک تیم قدرتمند که واقعا از همه چیز برخوردار بود تیم خوب بود که از شروع تا ختم پا در پا با ما جنگید و توانستیم که یک امتیاز از آن خود کنیم خیلی خرسند هستم و این موفقیت ما را بر تمام مردم عزیز افغانستان تبریک میگم در پیش دسته شما را دو بازی دیگر انتظار است و هدف دسته شما
ما قسمی که در مسابقه قبلی خودم گفتم که هر تیمی که داخل رقابت میشه یک امید یک هدف می داشته باشه که ما از اون جمله تیم هستیم و هدف ما است که ما بخیر نتیجه مطلوب ما کنه که برسیم به قهرمانی تا آخرین قدرت خود می جنگیم که باید ما بریم نتیجه مطلوب خود بدست بیاریم و قهرمان شیم و تا بتانیم که دل مردم رنجیده و عذاب دیده ما را خوش بسازیم. این برای ما یگانه آرزوی ماست ان شاء الله با یاری پروردگار و حمایت مردم می تانیم که تیم ما یک تیم است که خلاصت تمام مدیون بازیکنان خود هستیم که ما در نیمه اول گل دریافت کردیم و بیاری بازیکنان ما توانستیم که جبران کنیم و نتیجه را پس دوباره به سود خود هم امتیاز البته تقسیم کنیم و نتیجه بگیریم. تشکر و در دو بازی آیندهش به دست شما موفقیت تمنا داریم. تشکر لطف کردین. زنده باشید. Прежде всего, она первая игра для ребят очень волнительная. Именно сказалось волнение. То, что говорилось на установке, к сожалению, не выполнили. Был сумбур в первом тайме. Но в любом случае, ребятам спасибо за самоотдачу. Не могу сказать спасибо за игру, есть над чем работать, потому что, я говорил, этот этап наш заключительный подготовка к чемпионату Азии, и там накала еще будет больше, из-за этого с этим волнением нужно ребятам справляться. Я думаю, есть над чем работать, постепенно от игры к игре будем все улучшать. И хочу похвалить сборную Афганистана, то, что они второй день подряд играют и выдержали стойкость. Я думаю, что игра не особо зрелищная, может быть, несодержательная, но по преимуществу, по накалу было где-то, я думаю, на нашей стороне. Но ребята, не хватило в концовке хладнокровия. Но опять же говорю, будем работать. Спасибо, удачи. Спасибо. Спасибо большое.